سلام من محمد هستم و اینجا کانال مکانیک شاه هست هر هفته سری ویدیو در مورد تقویت خودروهای ایرانی و خارجی منتشر کنم. اگر تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید امروز میخوام در مورد سرسیلندر پارس XUM یا همون قسمت سوم از بهترین سرسیلندر هایی که روی پژو هشت پاپ نصب میشه صحبت کنم و بگیم که چه تغییراتی توش داده ایران خودرو و چه تغییری یا چه تفاوتی با سرسیلندر معمولی پژو 1800 یا 405 XU7 میکنه سرسیلندر XUM روی یه نمونه پژو پارس که از سال 93 تا 95 اگه اشتباه نکنم تولید شده بوده که حجم موتورش 1900 سی بوده 1905 سی سی بوده به همین خاطر که باید یه موتور 1900 سی سی رو ساپورت میکرده یه سری تغییرات اومدن دادن بهش حالا این تغییرات چی هستش؟ سر سیلندر پارس XUM یا همون موتور XUM محفظه احتراقش رو ایران خود رو اومده کوچیک کرده حتی از شمکج یه مقداری کوچکتر ساخته اون محفظه احتراقش رو تا تراکم بیشتری داشته باشیم محفظ احتراق کوچکتر بشه تراکم ما مابر بالا هم شتاب خوبی داشته باشیم هم دور خوبی و مصرف سوختمون هم تقریبا کمتر باشه اوایلی که این موتور یا همین قطعاتش اومده بود سر سیلندرش و اینا همه میگفتن سر بهینه هسته و واشر نمیزنه اما اینجوری نبود صرفا به خاطر داشتن یه سری تغییرات کوچیک سواری بهتری میداد ولی این نبود که واشر نزنه واشر میزد همچنان به خاطر قرار گرفتن اون دو تا سوپاپ دود کنار هم اون پروژه واشر زدنش هنوز سر جاش بود ولی به خاطر این میگم یه سر سیلندر مثلا بود که میل سوپاپش و فنراش و ورودی و خروجیش یکم گشادتر بود میتونه سواری نرمتری بده خب در مورد محفظه احتراق که گفتم که این سرسیلن محفظه احتراقش رو ایران رو کوچیک کرده حتی از شمکچ کوچکتر کرده که تراکم بره بالا و هم شتاب داشته باشیم و هم دور بالایی هم مصرف سوختمون یکم بیاد پایین مورد بعدی پورت های هوا و دودش یعنی اون رانر هایی که میره توی پشت سوپاپ و از پشت سوپاپ میره تو پنجه دود بهش میگن اون قسمت ها رو رانر بهش میگن خب اینا رو یه مقدار گشادتر اومده تر کرده ایران خود رو و همین باعث میشه که هوای بیشتری از این طرف بره تو موتور و از اون طرف هم دود بیشتری و بهتر بتونه خالی بشه به خاطر اینکه هی میگفتن که هشت سوپاپ صدا میده و صدای چخچق میل سوپاپ و اینا میده اومدن یه سری تغییرات توی میل سوپاپ و ایج... توی فنر سوپاپش ایجاد کردن اومدن فنر سوپاپش رو یه مقدار قوی تر کردن که اون صدای چخ چخ تقریبا گم بشه از نظر فنر سوپاپ با موتورای اکسو یه مقدار فرق میکنه که X7 هم فنرش رو استفاده میکنن به خاطر اینکه اون صدای میل سوپاپ کم بشه از این فنر استفاده میکنن به اصطلاح فنرش یه مقدار سفتتر شده مورد بعدی اومدن میل سوپاپش رو لیفتش رو و دورش رو کمی بیشتر کردن این لیفت بیشتر و این دور بیشتر و این سیستمی که برای سوپاپش زدن برای فنر سوپاپش زدن یعنی اومدن سفتش کردن یه مقداری این قضیه باعث شد که با توجه به اینکه ورودی و خروجیش هم یک کمی افزایش پیدا کرده بود اون درصد گشادیش اومده بود این میل سوپاپ راحت تر روی این موتور نشسته بود و موتور داشت راحتتر کار کار میکرد. همونطور که توی اون ویدیو میل سوپاپ هم گفتم هرچی سوپاپ بیشتر باز بشه هوای بیشتری میکشه یعنی مدت زمان بیشتری موتور در اختیار داره که هوا رو بکشه داخل و هرچی از اون طرف سوپاپ دود بیشتر باز بمونه دود بیشتری رو خالی میکنه توی این سرسیلندر هم همین جوری هستش ولی به پای اون دوتا سرسیلندر اسارای و شمکج نمیرسه از نظر کیفیت و آلیاژ این هم آلومینیوم ولی یه آلومینیوم ریختگری هستش جنسش زیاد جنس خوب و معتبری نیست همون قضیه خوردگی و واشر زدن و اینا مطرح داخلش توی دستبندی اگه بخوایم دستبندیش کنیم توی رده سوم یا چهارم قرار میگیره از نظر آلیاژ یا کارکرد موتورش توی رده سوم قرار میگیره از نظر سوپاپ سوپاپا تفاوت زیادی با سوپاپ پیجو 405 معمولی ندارن و تک خارن. جنسشون هم یک جنسه زیاد فرق نمیکنه. بعضی از دوستان که میان میبندنش رو 1800 روی x جواب خوبی میده درسته ولی به پای شمکج و اسارای نمیرسه این سرسیلند گفتم توی رده سوم قرار میگیره ولی اگه با منی بتونید شما منی رو گیر بیارین و ببندین روی ماشین با همون سرسیلن جواب خیلی بهتری به شما میده ولی هنوز اون امکان واشر زدنش سر جاشه ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید موفق و پیروز باشید